به نام یزدان یکتا، این روزها ما گواه رخداد بسیار فرخنده‌ای بودیم که هرچند دیر انجام شد اما درست انجام شد که نام حضرت زرتشت در گاه شماری ایران وارد شد. اما باید انگیزه این نام کاملا روشن باشه، زیرا در هر پیام تاریخی باید پیام در کوتاه‌ترین متن بیشترین اطلاع و آگاهی را برسانه. باید هر کسی که تقویم رو نگاه میکنه بدونه که این روز چه انگیزه‌ای بوده است که نام حضرت زرتشت را نوشتن. لذا پیشنهاد من به دستندرکاران گاه شماری این آب و خاک که حتما بر این موضوع اضافه بکنن که روز ششم فروردین زاد روز حضرت زرتشت است. میدانیم که از هنگامی که نخستین قانون اساسی در این سرزمین تدوین شد، قانون دیدگاه ویژه‌ای نسبت به بهدینان داشت و همین نگرش بعداً در قانون اساسی بعدی نیز به چشم می‌خوره. بر این مبادی چون هنگامی که به یک موضوع وارد می‌شویم، به موارد پیرامون اون نیز باید وارد بشویم، باید ذکر نمایند که نام حضرت زرتشت بدین علت در روز ششم فروردین آمده است که زاد روز آن حضرت می باشد. فزون بر اینها ما می دانیم که حضرت زرتشت نخستین شاعر و نخستین پیامبره که در پهنه گیتی گام به هستی نهاده است. از منظر دیگر زرتشت بخشی از تاریخ، فرهنگ و تمدن ماست که همواره باید این موارد رو روشن سازیم و کسانی که با این روز در گاه شماری روبرو میشن نسبت به این اطلاعات آگاهی لازم رو بیابن. امیدوارم که این پیام انقدر دلنشین باشه که دستندرکاران با مهر و دوستی که حضرت زرتشت پیامبر و پیام آور این صلح و دوستی و راستی و پارسایی بوده، بر همین نگاه بنگرند. کامکار و کامیار باشید.